اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن وأهلك أعداءهم وقتلتهم وظالميهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض تبریک و تهنیت دارم ایام ولادت شهزاده علی اکبر، فرزند آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام، که شبیه ترین خلق به آقا رسول الله صلی الله علیه و آله بود. این روزها مشایه نیمه شعبان سیل عاشقان ابو عبدالله الحسین علیه السلام به سوی کربلای معلا در حرکت هست. امیدوارم که در هر کجا که هستید دلهاتون رو گره بزنید با قدم هایی که به این سرزمین مقدس در حرکت هست و در این مسیر انشاءالله، مسیر مشایه که یکی از بزرگترین شعائر الهی و شعائر مقدسه سید الشهدا علیه السلام هست، سهیم باشیم. خداوند انشاءالله به برکت این ایام ظهور و فرج آقا امام زمان علیه السلام رو تعجیل بفرماید. امروز هم با برنامه معراج در خدمت شما عزیزان و سروران هستیم و خدمت کارشناس محترم برنامه حاجی آقای بهرمن عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنون و متشکر. خدمت همه بینندگان محترم و عزیز سلام و عرض ادب دارم. ان شاء الله عنایات حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف شامل حال همه عزیزان باشد و میلاد با سعادت حضرت آقا علی ابن الحسین، حضرت علی اکبر سلام الله علیه را محضر ولی عصر و همه دوستان و ارادتمندان و شیعیان اهل البیت تبریک عرض میکنم در خدمتم. بله، در جلسه گذشته حدیثی رو نقل فرمود از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در سفارش به وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه و ذریه معصوم و پاک حضرت. بله. که بر این اساس میدانیم که اهل البیت وسیله نجات و یکی از دو ثقل هدایت هستند که بنابر سفارش پیامبر تنها با تمسک به اونها رستگاری و نجات هم در دنیا و هم در آخرت محقق. بله. خواهد شد. روایت دیگری رو نقل فرمودید از اعتراف عمر ابن الخطاب قاسب دوم به لزوم حفظ حرمت اهل البیت علیهم السلام. بله. و بر این اساس نتیجه گیری که انجام شد این هست که قطعا مودت و رعایت احترام نسبت به اهل البیت علیهم السلام احترام به شخص پیامبر اکرم هست و احترام به دین خداوند و ذات اقدس الهی. انشاءالله ادامه بحث رو در خدمتتون خواهیم بود بعد از حدیثی که تقدیم شما عزیزان میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک و اناخت برحلک، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یحفظ المرء فی ولده. احترام یک انسان به این است که حرمت فرزندان او را باید مد نظر داشت. اگر فرزندان کسی را احترام گذاشتیم،
یعنی شخص را احترام گذاشتیم. و حضرت زهرا علیه السلام با استناد از این فرموده حضرت زهرا، حضرت رسول صلی الله علیه و آله می‌فرمود شما باید حرمت رسول الله را نگه دارید در ارتباط با من، یعنی احترام به من زهرا، احترام به آقا رسول الله صلی الله علیه و آله. و کلمه ولد که جمع ولد است در اینجا اعم از فرزندان پسر و فرزندان دختر، یعنی در عرب کلمه ولد و ولد هم اطلاق میشد بر دختر و هم اطلاق میشد بر پسر. لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یک فرمایش میفرماید ان الولد الصالح ریحانه من ریاحین الجنه. ولد صالح، حالا چه این ولد صالح پسر باشد و شایسته یا دختر باشد و شایسته، این از طرف خدای عز و جل یک ریحانه است، یک گلی است از گلهای بهشت که به انسان هدیه داده شده. بنابراین فقط مقصود پسران نیستن، شامل دختران هم می شود. یا در یک روایت دیگری معروف از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید جزء سعادت های یک مرد مسلمان اینه که خداوند بهش همسر صالح و شایسته مرحمت کنه. از زوجت الصالحه، داشتن یک همسر صالحه، این جزء سعادت هایی است که نصیب انسان میشه. المسکن الواسع، خانه وسیع داشتن، این جزء سعادت هایی است که شامل حال انسان میشه. المرکب الهنیء، یعنی مرکب راحت و آسوده، مرکب خوب، ماشین خوب، مثلا دوچرخه خوب، موتور خوب بدون درد سر، حیوان خوب که انسان را به راحتی جا به جا کند، این جزء سعادت هایی است که از طرف پروردگار نصیب انسان میشه. در پایان میفرماید و الولد الصالح، از سعادت هایی که به انسان مرحمت میشه از طرف خداوند داشتن ولد صالح. و ولد در اینجا مختص پسران نیست، شامل دخترها هم میشود. یک دختر صالح شایسته، این از سعادت هایی است که شامل حال یک انسان می شود. پس بنابراین این که پیغمبر اکرم می فرماید یحفظ المرء فی ولده، ولده یک انسان عم از دختران و پسران است. باز حدیث دیگری هست در این رابطه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که می فرماید دو چیزه که جزء سعادت های انسان است. من سعادت المرء الخلطاء الصالحون، اولا هم نشینان شایسته، انسان هم نشینایی داشته باشد که اینها انسان های وارسته، انسان های شایسته باشند، مثل علمای ربانی. با علمای ربانی انسان باید نشست و برخاست داشته باشد، با انسان های با تقوای خدا ترس باید هم نشینی داشته باشد. اگر با چنین افراد انسان هم نشین شد، این از سعادت هایی است که از سوی پروردگار متعال نصیب او شده. از جمله سعادت ها الولد البار، یعنی فرزند نیکوکار. خواه این فرزند پسر باشد و نیکوکار یا دختر باشد و نیکوکار، پس کلمه ولد که جمع آن ولد است و اولاده، اعم از فرزند پسر و فرزند دختر. بنابراین احترام به پسران و احترام به دختران یک مرد در واقع حرمت گذاشتن به اون مرد است. نکته حائز اهمیت دیگر این است که نسبت به نسل آینده
باید توجه داشته باشیم و حق نسل آینده را هم باید رعایت کرد، نه فقط نسبت به فرزندانی که الان موجودند، فرزندانی که در آینده خدای عزوجل بناس به انسان عنایت کنه و مرحمت کنه، باید حق اونها هم رعایت بشه، حداقل اینی که از خدا بخوایم که نسل آیندهمون نسل صالح، نسل شایسته، نسل با ایمانی باشن. لذا والدین در مقام دعا از خدا باید تقاضا کنن که نسل خوبی و ذریه پاکی داشته باشن، که این رسم اولیاء خدا بوده. مثلا درباره همسر جناب عمران در سوره آل عمران اینجور نقل شده که عرض کرد بار پروردگارا به من دختری مرحمت کردی، سمیتها مریم، من نام او را مریم گذاشتم. مریم یعنی انسان عابد، مریم عابده، یعنی دختری که عبادت کننده خدای عز و جل. سمیتها مریم و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، من او را و فرزندانش را از شر وسوسه شیطان به خدا، به تو پناه میدهم، در پناه تو قرار میدهم او را و فرزندانش را. یعنی از خدا درخواست میکند که برای مریم ذریه‌ای باشد که این ذریه در پناه خدا باشند و از شر وسوسه شیطان دور باشند. پس حق آینده ها را باید کاملا بهش توجه داشت. یا جناب زکریا، اینطوری که در آل عمران آیه 38 دارد که هنالک دعا زکریا ربه، در مقام مناجات با پروردگار متعال اینطور دست به دعا شد جناب زکریا. عرض کرد باید چنین دعاهایی را ما از قرآن کریم از زبان اولیا یاد بگیریم و در حق فرزندانمون اینطور دعا کنیم. عرض کرد قال ربی، بار پروردگار، حبلی من لدن که ذریتن طیبه، بار پروردگارا به من هبه کن، به من لطف کن، به من مرحمت کن، از جانب خودت به من عطا کن ذریه طیب، یعنی ذریه با ایمان با تقوا، اون را به من ارزانی کن. انک سمیع الدعا، تو خدایی هستی که دعاهای ما را میشنوی و اجابت میکنی. یا در سوره نساء میفرماید اگر برای فرزندانتون میترسید که مورد ظلم و ستم قرار نگیرن، نسبت به یتیمان شما ظلم نکنید. ولی یخش الذین، یعنی باید بترسن از ظلم و ستم به یتیمان، بترسن لو ترکو من خلفهم ذریتا ضعافا خافوا علیهم، یعنی بترسن از این که مبادا فرزندانشون در آینده ذریه‌ای باشن ضعیف و مورد ظلم و مورد ستم قرار بگیرن. پس برای این که آیندگان ما، فرزندان آینده ما مظلوم واقع نشن، ظالم بر اونها مسلط نشود، باید نسبت به یتیمان حق یتیمان را رعایت کنیم و یتیمان را مورد ظلم و ستم قرار ندیم. بنابراین از این آیه هم استفاده میکنیم که باید حق نسل آینده مورد توجه قرار بگیره. یا در آیه دیگر در سوره مبارکه احقاف عرض می کند در مقام استجابت دعا و در مقام خواستن حاجت از خدای عز و جل، عرض می کند و اصلح لی فی ذریتی، فرزندانم را صالح و شایسته قرار بده. یعنی چی؟ یعنی انسان تکلیف داره نسبت به آیندگان، نسبت به فرزندان.
اینجور نیست که آیندگان رو به حال خودشون رها کنیم. دعای ما در حق اولاد، در حق نوه‌ها، در حق نتیجه ها، این دعاها تأثیر دارد. انکه سمیع الدعا. یا در دعایی که از ناحیه معصومین علیهم السلام به ما رسیده، از حضرت سجاد سلام الله علیه به ما رسیده، در مقام دعا عرض میکنیم اعیذ بک نفسی، بار پروردگارا من خودم را در پناه تو قرار میدهم، اعیذ بک نفسی و اهلی، خانواده‌ام را هم در پناه تو قرار میدم، و ذریتی و فرزندانم را هم در پناه تو قرار میدم، من الشیطان الرجیم، یعنی از شر وسوسه شیطانی که رجیم واقع شده، یعنی دور شده از رحمت پروردگار. بنابراین تکلیف داریم نسبت به فرزندانمون، باید فرزندانمون را بسپاریم به امان خدای عزوجل. یا دعای دیگری هم وارد شده، عرض میکنیم اللهم اینی استودعک نفسی و اهلی و مالی و ذریتی و دنیای و آخرتی. خدا امانتدار خوبیه، خدا امینه، خدا به کسی خیانت نمی کنه. لذا انسان باید تمام هستی خودش را در اختیار خدای عزوجل قرار بده. در اختیار خدا هست، انسان باید به این مطلب ایمان داشته باشد و این مطلب را باید بهش اقرار کنه. عرض می کنیم بار پروردگار من خودم را، اهل و خانواده و عیالم را، مال و ثروتم را، ذریه‌ام را، فرزندانم را، دنیا و آخرت خودم را، تمامش را نزد تو به امانت می گذارم. خب یعنی چه؟ یعنی ما نسبت به فرزندانمون تکلیف داریم. از این جهت پیغمبر اکرم فرمودن یحفظ المرء فی ولده، یعنی نسبت به ذریه و نسل یک فرد باید توجه داشته باشیم. اگر به فردی خواستیم احترام بگذاریم، ظهور این احترام، احترام به اولادشه، احترام به نسلشه. و حضرت زهرا سلام الله علیها در این قسمت از خطبه فدکیه می فرماید من ذریه پیغمبرم، من دختر پیغمبرم، من فرزند پیغمبرم. شما خودتون از پیغمبر شنیدید که فرموده است یحفظ المرء فی ولده، پس باید حرمت من زهرای مرضیه دختر پیغمبر را کاملا باید حرمتش را رعایت کنید. اما حضرت در ادامه می فرماید متاسفانه سرعان ما احدثتم، یعنی چه زود بدعت در دین گذاشتید، چیز نو آوردید برخلاف سنت پیغمبر، برخلاف قرآن کریم مطلب جدید آوردید، بدعت گذاری کردید. بدعت یعنی چه؟ بدعت یعنی چیزی که جزء دین نیست را شما وارد دین کردید، به عنوان دین تحویل مردم دادید. سرعان ما احدثتم. نکته مهمی که اینجا هست که باید بهش اشاره بشه اینه که آقا تاریخ نویسان بر چه سندی باید اعتماد کنن و تاریخ بنویسن؟ بهترین سند کلمات خود معصومینه، چون کلام معصومین مطابق با حقه، مطابق با واقعه. بهترین تاریخ کلام خود معصومینه. اگر خواستیم بفهمیم بعد از پیغمبر اکرم چه اتفاقی رخ داد، کجا باید رجوع کنیم؟ باید رجوع کنیم به کلمات خود معصومین، چون اونها کلامشون بر اساس واقعه. بنابراین به غیر کلام معصوم اعتماد کردن این موجب انحرافه، موجب زلالت. اما اعتماد به کلام معصومین این باعث میشد انسان حق را کاملا به دست بیاره. چرا؟ چون در زیارت دارد که معصومین حقن، الحق معکم، حق
با معصومینه، پس کلامشون حقه. ما تاریخ رو از کلام معصومین باید به دست بیاریم. کلام معصوم قابل اعتماده، نه کلام غیر معصوم. الحق و معکم و فیکم، در بین شما حق هست، و منکم، حق از شما نشأت گرفته، از شما صادر شده، و الیکم، بازگشت حق هم به شماست. یعنی هیچ وقت شما در هیچ مرتبه از مراتب عالم وجودی از حق جدا نیستید، حق هم از شما جدا نیست. و انتم اهله، شما اهل حقی و معدن حقی. بنابراین تاریخ را به معنای صحیحش، به معنای واقعیش باید از کلام معصوم استخراج کرد و به دست آورد. یا در مقام بیان عصمت معصومین و باید به کلام اونها اعتماد داشته باشیم، می‌فرماید سلم من صدقکم، از انحراف، از ضلالت، از گمراهی سالم میماند کسی که کلام امامان معصوم رو تصدیق کنه، باور کنه. یعنی اگر تاریخمون را بر اساس کلام معصوم نوشتیم، این تاریخ تاریخی که از انحراف سالمه، نه تاریخی که مثلا طبری نوشته. نه، سلم من صدقکم، هر کسی شما را باور کند، شما را تصدیق کند، از ضلالت، از انحراف قطعا سالم خواهد بود. تاریخی که می نویسد بر اساس کلام معصوم، این تاریخ درستی قابل اعتماده. هدی من اعتصم بکم، هر کسی به شما چنگ بزنه، به دامن شما چنگ بزنه و سخنان شما را مصدر خودش قرار بدهد، این هدایت خواهد شد، از انحراف و از ضلالت دور خواهد بود. باید پس به کلمات معصومین، حتی در تاریخی که می نویسیم، به کلمات معصومین باید اعتماد کنیم. یا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد حقانیت معصومین علیهم السلام می‌فرماید فلیوالی علی ابن ابی طالب، باید ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام را پذیرفت، ولایت ذریه امیرالمؤمنین علیه السلام را باید پذیرفت. چرا؟ به دلیل اینکه می‌فرماید فهم الائمه، چون پیشوایان بر همه اهل عالم، امامان بر کل، حضرات 12 امام، و هم الاوصیا، اوصیاء پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب و ذریه او هستند. اعطاهم الله، پیغمبر اکرم می‌فرماید اعطاهم الله علمی، خداوند علم پیغمبر رو بهشون مرحمت کرده، و فهمی، فهم و درک پیغمبر اکرم رو خداوند مرحمت کرده است به امیر المؤمنین علیه السلام و فرزندان او. لا يدخلونكم فی باب ضلال، شما رو در دروازه ضلالت وارد نمی کنن. لا یخرجونکم من باب هدن، از در هدایت شما رو بیرون نمیبرن، شما رو در مسیر هدایت قرار میدن. لا تعلموهم، چیزی یاد اونها ندید، اینها عالمن بدون نیاز به معلم، خداوند معلم اونهاست، خداوند مربی اونهاست. لا تعلموهم فهم اعلم منکم، اینها از شما داناترن، آگاهترن. بنابراین تفسیرمون باید از کلام امامان علیه السلام باشه، احکاممون باید از کلام امام علیه السلام باید باشه، همه علم و دانش ما باید از کلام حضرات 12 امام علیه السلام باشه. لذا می‌فرماید لا تعلموهم، نمیخواد شما به اونها علم یاد بدید، اونها نیاز به علم شما ندارن. لا تتقدموهم، از اونها جلو نیفتید، کسی نمیتوند از اونها جلو بیفته،
اونا پیشوایان حقیقی واقعی هستن، نه پیشوای اعتباری، نه پیشوای جعلی. حقیقتا اونها مقدمن بر همه. لا تتخلف عنهم، از اونها عقب نیفتید. باید کلامتون کلام اونها باشه، عملتون عمل اونها باشه، احکامتون احکام اونها باشه. زیرا که فانهم مع الحق، اونها با حقن، و الحق معهم، حق هم با اونهاست. لا یزالونه، هیچ وقت از حق اینها زائل نمیشن، از حق جدا نمیشن. پس همه علم و دانش بشر باید گرفته بشه از کلام معصومین علیه السلام. بنابراین این تاریخی که این همه بشر بهش اهمیت میده، چرا درش انحراف هست این تاریخ؟ به دلیل اینکه رفتن تاریخ رو از کلام غیر معصوم گرفتن. اما اگر ما اعتماد کردیم به کلام معصوم، تاریخ ما میشه یک تاریخ درست. لذا حضرت زهرا علیه السلام چی فرمود؟ فرمود سرعان ما احدثتم، یعنی بالفور بعد از ارتحال رسول الله شما بدعت در دین گذاشتید. خب این شد یک تاریخ. بدعت گذاران در اسلام کیان؟ اونهایی بودن که بعد از ارتحال پیغمبر اکرم فدک را غصب کردن، خلافت امیر المؤمنین علیه السلام را غصب کردن. این میشد یک مطلب ثابت تاریخی که برای آینده میشد چی؟ درس عبرت. و باید توجه داشته باشیم که بدانیم بدعت گذارانی بودن بعد از ارتحال آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین باید در همه علوم ما استنادمون و تکیمون فقط و فقط کلام معصومین علیه السلام باشد، که کلام معصومین کلام پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم هم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. بسیار ممنون و متشکرم. خداوند رو شاکریم بر نعمت هدایت و ولایت آل الله علیهم الصلاة والسلام. خداوند ان شاء الله در این شب و روزها دعای ویژه امام زمان علیه السلام در حق صالحین رو شامل حال همه ما قرار بده. میان برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و به استودیو برمیگردیم. انشاءالله پاسخگوی سوالاتتون خواهیم بود. با ما همراه باشید. عرض سلام و ادب مجدد خدمت همه شما عزیزان و سروران حسینی. اولین سوالی که بینندگان محترم مطرح کردن این هست که به قرآن قسم خوردم فلان کار را انجام ندهم، اما متاسفانه با قسم خود مخالفت کردم، کفاره آن چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قسم به قرآن کریم قسم شرعی نیست. قسم شرعی که باید بهش عمل کرد و مخالفت با آن درست نیست، این شرایطی داره. قسم باید به لفظ جلاله باشه، به کلمه الله باشه، یا لفظی که به معنای الله باشه. مثلا فارسی کلمه خدا، اگر کسی به فارسی بگه به خدا قسم من دیگه مثلا سیگار نمی کشم، به خدا قسم من دیگه مثلا نماز شب رو ترک نمی کنم، این قسم میشد قسم شرعی، در صورتی که قسم خورنده عاقل و بالغ باشد و از روی اختیار قسم بخوره. وقت مخالفت با این قسم، این جایز نیست، مخالفتش حرامه و موجب کفاره است. کفارش یا باید 10 مسکین را انسان سیر کنه طعام بده، یا 10 برهنه را لباس بپوشونه، و اگر نتونست، قدرت مالی نداشت یا مسکین در اختیارش نبود، باید 3 پی در پی روزه بگیره. بنابراین قسم به قرآن، این قسم شرعی که موجب کفاره بشه، نیست. بله. سوال دیگر این هست که آرایش کردن سبک جلب نظر نامحرم را نمی کند، آیا اشکال دارد؟ آرایش کردن برای دیگران حتی اگر سبک باشه، این جایز نیست. زینته و زن نباید زینه خودش را برای شخص اجنبی نامحرم ظاهر کنه. حالا چه در مدرسه آرایش کنه برای اجنبی، چه در اداره آرایش کنه برای اجنبی، چه در دانشگاه برای اجنبی آرایش کنه، آرایش کردن، حالا چه آرایش غلیظ باشد یا سبک باشد، تفاوتی بینش نیست. حرام حرامه. بله. سوال دیگر این هست که حکم ماء الشعیر چیست؟ ماء الشعیری که اطباء را به عنوان دارو درست میکنن و برای بیماریانشون تجویز میکنن، این پاک است و خوردنش هم اشکالی ندارد. اما آب جو یا طبق روایات ما فقاع، یا طبق عراقی ها بیره، این مشروبه، یک مشروب از مشروبات الکلی نجس است و خوردن آن جایز نیست. بس فرق هست بین ماء الشعیر که یک داروه و بین فقاعی که یک ماده مسکره ولی اسکارش کمتره از خمره، اما نجس است و خوردنش هم جایز نیست. بله. پرسیدند که کدام ماهی حلال است؟ ماهی که فلس داشته باشه، یعنی پوست پولک داشته باشه، و این ماهی باید از آب گرفته شه، زنده از آب گرفته بشه و بیرون آب جان بده، این ماهی پاک است و حلاله. البته لازم نیست صیادش حتما مسلمان باشه، یا اینکه نام خدا هنگام صید برش برده باشه. اگر فلس داشته باشد و از آب زنده گرفته بشه و بیرون آب جان بده، همین کفایت میشه برای حلال بودن اون ماهی. حالا بعضی ماهی های هست به صورت تون ماهی درست کردن، اینا را اگه مطمئنیم که این ماهی ها ماهی های فلس داره و از آب گرفته شده زنده و بیرون آب جان داده، خوردن از این تون ماهی ها اشکالی نداره. بله. سوال دیگری که پرسیده این هست که خانومی درد مفاصل دارد، آیا نشسته تکبیرات الاحرام بگوید اشکال دارد؟ ایستادن در هنگام تکبیرات الاحرام، این جزء رکن نمازه. بله. واجب رکنیه و رکن قابل کم و زیاد شدن نیست. اگر کسی رکن نماز رو به جا نیاره، نماز او باطل میشه. بنابراین اینی که درد مفاصل داره نمیتونه نمازش رو استاده بخونه، اما تکبیرت الاحرام رو میتونه استاده به جا بیاره. خب این به مقدار گفتن الله اکبر باید بیسته، ولو ناچار باشه هنگام ایستادن تکیه بده به میزی، مثلا تکیه بده به عصایی. اگر به این مقدار قدرت
ایستادن دارد باید بیسته، الله اکبرش را ایستاده بگه، بعد به خاطر مثلا درد زانو یا درد مفاصل بخواد بنشینه و نمازش را نشسته بخونه، دیگه ایرادی نداره. بله. و پرسیدند که آیا دختر و پسر می توانند با هم دوست باشند؟ نامحرم دو نامحرم دوستی بینشون، یعنی دوستی بین آتش و پنبه، هر وقت بشه بین آتش و پنبه جمع کرد، بین دختر و پسر نامحرم هم میشه جمع کرد، و بهترین ارتباط بین دختر و پسر اینه که با هم ازدواج شرعی بکنن، و بهترین بنا در اسلام ازدواجه که فرمود، اونی که ازدواج کرده و ازدواج میکند این به سنت پیغمبر اکرم عمل کرده، و اعراض از ازدواج یعنی بی توجه کردن به پیغمبر اکرم و سنت پیغمبر اکرم، و من اعرض عن سنتی فرمود فلیس منی، بنابراین به فکر دوستی نباشن، به فکر ازدواج باشن، اونم ازدواج اسلامی، یعنی ازدواج سهل و آسان، مهریه کم، مرد هم با ایمان خوش اخلاق. انشالله. ممنون و متشکرم از پاسخهای شما و تشکر میکنم از همه شما عزیزان. یا علی مدد، خدایا رو نگهدارتون.